محمد فاضلی کارشناسگو، نسل جدید دارن از کشور فرار میکنن، میگه دارن از کشور میرن، همینجوری دارن میرن. محمد، فقط نسل جدید نیست، به جان خودم نسل قدیمم دوست دارن برن، یعنی نیتش هم دارن ولی شرایطش ندارن. آره نسل جدید یالغوزن، نه زنی نه شوهری نه بچه، میگه آقا ما بریم دیگه، ای بدتر که نمیشه میریم. ولی نسل قدیم زن بچه شوهر میگه اینا رو چی کار کنم، حالا برم اینا رو چی با خودم ببرم؟ خب نمیشه خودش بره. بعد ثابت شده هر کی تکی رفته دیگه اصلا بر نگشته، دنبال اینا هم نفر ساده. آره وزیه میرم اونجا قشن عاشق میشن دیگه. امیدم خواهشم پس تکی نرید، نگید به زابر واسه همون میفرسته، نمیفرسته. به این میگن کپه، یکی از خوشمزه‌ترین غذاهای جنوب، بلخص خوزستان، بلخص سر آبادان. چجوری درست میشه؟ برنج رو دم میدید، با گلاب و زعفرون قاطی میکنید، بعد عینا میکنید وسطش. اینا چیه؟ گوشت چرخ کرده، لپه و پیاز میکنید وسط، اینجوری قلقلیش میکنید، میکنید تو روغن زیاد، فقط اینقدر سرخ کنید که ترد بشه. خیلی هم خوشمزه است، درست کنید به عنوان یه میان وعده یا شام حتی. آره همین یه دونه است و الا تعارف میکنم. آها تو یه گاز میخواد، درد باز کنه بزیم که صافت، اینجوری که درد باز کنه تا مچ دست هم میده تو درنت کیزه، اصلا نمیخواد عزیزم، برو واسه خود درست کن کبه. مزه بهش میدم. احمد چمرخ مال صادرات فرش دستباف گفته عملا دیگه صادرات فرش ما صفر شده، یعنی کشوری که اولین صادر کننده فرش دستباف بود الان صفر شده. چجوری چم مهم نیست، خودتون میدونین. احمد خیلی شاکی. احمد بازم دم درویش گرم، لاغر یه فرش داد به رونالدو، این صادرات صفر مطلق نشد. یعنی فکر کنم تنها دستاورد فرش دستباف ما و صادراتش همون یه دونه که دادیم به رونالدو بود. یعنی کلا پارسال فقط یه فرش صادر شد، اونم مفتی دادیم به رونالدو، انداخت زیر پر، اونم با کفش افروش. نمیدونم ما فرش چقدر واسه مهمه. آره تنها دستاورد همینه. این حسین خواهرزادمه، داشت دنبال قبر رفیقش میگشت، در حین گشتن قبر آشنا دید، ایستاد لحظه تأمل کرد و گفت دایی؟ گفتم بله دایی. گفت این مردی که در این قبر خوابیده خیلی پول داشت. گویی که حسین فکر میکرد پولدارها نمیمیرن. بهش گفتم پس حسین انتظار داشت چی بشه؟ خب باید میمیرن، تجزیه که نمیشه، میمیرن دیگه. و حسین لحظه تعامل کرد و گفت این همه تلاش واسه چیست؟ بهش گفتم حسین تلاشتو بکن، تلاش بد نیست ولی حقی نخور، دلی نشکن، هر وزی تش همینجا چالت میکنن. و حسین به خودش اومد و گفت افعدا کار نمی کنم. گفتم کسافت دیگه، کیونگوشادی تو به مادن رفت نده، کسافت تو کیونگوشاد هستی نگو. آره. و حسین تعطیلات تمام شد و مهمان ها رفتن و منو در خود رها کردن. و چه کار خوبی هم کردن به جان خودم، نمیدونستم خونم قبل بزرگی خدا وکیلی. ببین لامصب تا دیشب، یعنی هر چه پا میذاشتم آدم بود، یعنی قشنگ فقط 5 بار آلا رو له کردم زیر پام، یعنی گوش به گوش آدم نشسته بود، یعنی واسه این دستشوی نوبت میگرفتیم. این اگه بخواستم دستشی 2 ساعت قبل نوبت میگردم، گفتم ساعت 2 میخوام برم بشاشم بیرینم، اقل شلوغ بود. ولی الان دیگه نه، خون دعوست مال خودمه. تنهایی چقدر قشنگ حتی واقعا. خواهشم میرید میمانی 1 هفته 5 روز 3 روز دیگه، تو آخر عید نمونید، نه دیگه کسی نیست، هنو باورم نمیشه زن. واقعا نیست کسی. ای حسین خواهرزادمه،
اووردمش قبرستون واسه چی؟ که بهش درس زندگی بدم. بهش گفتم حسین هر کاری میکنی دل نشکن، توی قبرستون پر از آدم هایی هن که دل شکوندن و آدم هایی که با دل شکسته رفتن توی قبرستون خوابیدن، خواهشن دل نشکن. امیدوارم که این درس رو گرفته باشه عزیزی، ولی فکر نکنم که صافتی اول دل شکوندنشه که صافت. آره اینم ای بلک حسین بلک، آره حرف گوش نمیده. رئیسی گفته هر جا دشمن خواست کاری بکنه نتونست و هر جا ما خواستیم کاری بکنیم تونستیم. دقیقا خواستید چی کار کنید و تونستید؟ خواستید ما رو بدبختر کنید، لنگ نون بیشتر کنید، بیکارتر، محتاجتر که تونستید؟ و دقیقا دشمن چی کار میخواست بکنه که نتونست؟ بگید. شما که هرچی پیش میام این کار دشمنه، تورم، تحریم، داروکو کار دشمن دارم که او چی شد؟ اونم مال دشمنه. این چی شد؟ او دشمنه. پس دشمن تونست کاری بکنه؟ نکنه اینا رو برعکس گفتید؟ هر جا که دشمن خواست تونست؟ آره بکنه اینو برعکس گفتید، یعنی ما نتونستیم دشمن تونست. این جوری درسته. آه برعکس نگفتید، شما تونستی دشمن نتونست. دشمنه. ایلان ماسک هم با ترامپ بست، بهش گو برو جلو من پشتتم، گو هر چی پول میخوای من بهت میدم، گو پول از من رای از تو، برو جلو رای الکترود، اونجا الکتروده، گو چقدر خرجت میشه، بهش گو اقدر، گو من میدم. بعد میدونی که خب ایلان ماسک اقتصاددانه، جای علکی سرمایه گذاری نمی کنه. حتما می دونه این ترامپ شانس برنده شدن داره که سرمایه گذاری می کنه. بله سرمایه گذار پولش که علکی نیست، یه دلار بده انتظار دو دلار برنده شد، تازه اگه ده دلار نه. می دونه که این ترامپ برنده است. ایلان دلاراشو جای علکی هزینه نمی کنه، البته جز توی تویتر که رید تو تویتر. گفتن باید مقدمات فقر زدایی رو مهیا کنیم، یعنی وقتی از این نوع جملات میشنویم تن و بدنمون میلرزه. فقر زدایی، پر کردن یخچال، مستضعفین، دولت مستضعفین، سفره رنگی میکنیم، اشتغال، یعنی تجربه ثابت کرده وقتی این جمله گفته بشه ما فقیرتر میشیم. حتی به جان خودم اوضاع که بهتر نمیشه تازه بدبختر هم میشیم. یعنی این جملات سرآغاز یه بدبختی جدیده. خواهشن نگید، شما بدبختی بیشتر ما رو مهیا نکنید، مقدماتشو آره خوشبختی ما پیشکش. بذارید با این دردمون بسوزیم حتی. والا به اسم دولت